په کډوالۍ کې خبريالي دا ترګان شمیر نورو افغان خبريالانو ځکه شته چې په کډوالۍ کې هم کارستا ډیر نورې داسې بخت نه لري. خدا هم وایي په کډوالۍ کې خبريالي له مجبورۍ کوي او همدلته خپل هدف ته رسیدلی نسی. در رابطه با خودم صحبت کنم و قاطعیت گفتم میتونم ازش خوشحال نیستم، راضی نیستم، به خاطر اینکه خب درست است من کار میکنم، هنوز هم اینجا برنامه دارم، برای اینکه خب من نیاز به پول دارم، نیاز به این دارم که فامیل من حمایت مالی کنم، نیاز به این دارم که بتونم زندگی من اینجا بگذرانم. اما او آینده ای که برای شغلم مد نظر داشتم، او چیزی که فکر میکردم، او تصوری که از کارم داشتم، بعد از بیرون شدن از کشور او چیزها را از دست دادم. همکارم راضی موسوی به دیدار این زن پاکستان ته راغلی لگن و افغان خبریدانو ده گوتو پشمیر پکار بختی. ځینې یې له ځایي رسنیو او ځینې نور یې بیا له وطني رسنیو سره کار کوي، خو هغه چې دلته خبریاله کوي هم له یو شمېر ستونزو سر ټکوي. ما مای گذشته یکی از گزارشهای را کار کرده بودم که پس از او مشکلات امنیتی بر ما وجود آمد و به دلیل اینکه پاکستان هیچ قانونی بر پناهندگان افغانستان در اسلام آباد نداره، هیچ کسی بر ما دادخواهی نکرد و ما هنوز هم با اون مشکل امنیتی سر دوچار هستم، تنها به دلیل از این که قانون پناهندگان در پاکستان تصویب نشده. جدا از اون مشکل زبان یک مشکل بسیار اساسی است که مثلا ما اردو را اصلا نمیفهمم و نمیتونم با مردم و با مقامات ارتباط مستقیم برقرار بکنم. دغه افغان خبریالان چې کاري ویزې نه لري دلته یې بانکي حسابونه هم نشته او د رسنیو سره د کار مهال آن د معاش په اخیستلو کې هم تر کړاو تیریږي. ما بانک اکاونت نداریم، ما باید که یک بانک اکاونت نفری باشه که پاکستانی باشه، بانک اکاونت به نام اونا درست میکنیم و بعد از او کارتشان را برای ما میتن و هم که آیا اطمینان داشته باشن. بسیار با مشکلات زیاد که یک مقدار هزینه ما شاید بر از اونا بسیم به خاطر که بر ما کار میکنن، چون میفهمون که کسی کار مفبره کس خونه میکنن. به همین دلیل ما بر از اونا یک مقدار سپورتشان میکنیم، اونا بر ما کارت خود میتن و باز ما برداشت میکنیم پیسی خود، یا یکان وقت بخی اصلا اما بانک اکاونت هم کسایی که نمیتونن دسترسی پیدا کنن دیگه به شکل کش میگیریم از پیششان. په کابل د طالبانو تر کنټرول وروسته ګڼ شمیر افغان خبریالان د درېیم هیواد په تکل گاوند پاکستان ته راغلل او ډیری یې بهرنیو هیوادونو ته د تلو په هڅو کې دي، خو دلته بیکاری او اقتصادي ستونزو له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. خدای نور ناصر، امریکا غږ، اسلام آباد.